به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، دیگه کم کم داریم به زمان رونمایی ها نزدیک و نزدیک تر میشیم. عرض شود که امروز صبح در حوزه فضایی از دو ماهواره بومی طلوع 3 و ناهید 2 رونمایی شد. ماهواره های طلوع 3 و ناهید 2 بعد از پایان طراحی و ساخت امروز در مراسمی با حضور آقای عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شدند. ماهواره طلوع 3 ماهواره سنجشی هست که سازمان فضایی ایران سفارش ساخت اون رو داده که شرکت صنایع مخابراتی ایران یا همون سایران کار ساختش رو به عهده داشته. لازم به ذکر که سنگین ترین و بزرگترین ماهواره ساخت ایران همین ماهواره طلوع 3 هست. ماهواره ناهید 2 هم به سفارش سازمان فضایی ایران ساخته شده که کار ساختش بر عهده پژوهشگاه فضایی ایران بوده. فعلا اطلاعاتی که در مورد این ماهواره ها در دسترس هست در همین حد دوستان، اما اونطور که به نظر میرسه این ماهواره های کاملا بومی حرفای زیادی واسه گفتن دارن. اما حالا بریم سراغ یه خبر خوب دیگه. فروش نفت ایران از طریق اوراق ارزی در آینده نزدیک. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت انتشار اوراق ارزی اقدام جدیدی هست که برای اون مسببه شورای اقتصاد هم عقص شده و در اولین زمان در مرحله نخست از طریق این اوراق نفت به فروش خواهد رسید. آقای محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت که 65% تولید تجمعی نفت ایران مربوط به بعد از انقلاب است. هم اکتشاف جدید رقم خورده، هم توسعه و هم تولید و زنجیره تامین ساخت کالا اتفاق افتاده. وی افزود که امروز شاهد این هستیم بیش از 1 میلیارد متر مکعب در روز گاز تولید می‌کنیم و همه اینها حاصل بلوغ و تکامل صنعت نفت ایران بعد از انقلاب است. معاون وزیر نفت گفت در آن سال‌ها عده‌ای با ناامیدی می‌گفتند که توان توسعه پارس جنوبی رو نداریم، از تحریم‌ها و تهدیدها قطعاً استقبال نمی‌کنیم، اما همان خدشه‌کنی باعث نتایج امروز شد. وی افزود مقام معظم رهبری بر بحث دانش‌بنیان‌ها تأکید کردند که در شرکت ملی نفت نیز اقداماتی انجام شد. نقش ساخت داخل و ایده‌های فناورانه بسیار مهم است و یکی از شرکت‌های ایرانی موفق شد تاج سرشاهی را تولید کند که با موفقیت در میادین سپهر به کار گرفته شد. خجسته‌مهر در خصوص همکاری با شرکت‌های روسی در بخش نفت و گاز گفت با شرکت‌های روسی 7 قرارداد قطعی داریم که در حال اجرا هست. آقای خجسته‌مهر در ادامه هم گفت انتشار اوراق ارزی اقدام جدیدی هست که برای آن مسببه شورای اقتصاد هم عقص شده و در اولین زمان از طریق این اوراق نفت به فروش خواهد رسید. اما در ادامه ویدیو اجازه بدین یه سری بزنیم به زلزله وحشتناک ترکیه که خسارات و قربانیان زیادی هم به جا گذاشته. خب در مورد جزئیات این زلزله بهتره حرفی نزنیم، اما به گفته مسئولین ترکیه‌ای بیش از 2000 نفر تا این لحظه جونشون رو از دست دادن و بیش از 5000 نفر هم در این حادثه مصدوم شدن. این در حالیه که شب گذشته آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشور با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در تماسی تلفنی به وزیر خارجه ترکیه گفت خبر حادثه تلخ زلزله در جنوب ترکیه این جانب دولت و ملت ایران را بسیار متاثر کرد. این حادثه را خدمت جناب عالی دولت و مردم عزیز ترکیه به ویژه خانواده‌های مصیبت دیده تسلیت می‌گوییم. در این شرایط سخت در کنار ملت و دولت ترکیه هستیم. بر اساس دستورات رئیس محترم جمهوری، سازمان هلال احمر ایران برای همکاری کامل با شما و ارائه کمک‌های لازم آمادگی دارد. در همین راستا شب گذشته تیم پزشکی و امدادی هلال احمر ایران برای کمک به نجات آسیب دیدگان وارد ترکیه شدند. امیر عبداللهیان در ادامه صحبت‌هاش هم گفت ما علاوه بر مردم عزیز ترکیه نگران وضعیت ایرانیان و دانشجویان مقیم در مناطق زلزله‌زده هستیم و از مساعدت شما در کمک به وضعیت آنان سپاسگزاریم. خب همینجا ما هم به نوبه خودمون با مردم ترکیه ابراز همدردی میکنیم. اما حالا و در ادامه بریم سراغ روابط ایران و روسیه و فشاری شدن آمریکا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صبح امروز اعلام کرده که ما در حدود 6 ماه گذشته به طور گسترده و منظم در مورد روابط امنیتی رو به رشد بین ایران و روسیه و در مورد ارائه فناوری پهباد از ایران به روسیه و همچنین اینکه
این یک خیابان بسیار دو طرفه است صحبت کردیم. روسیه هم به نوبه خودش اقلام نظامی و امنیتی رو که ایران درخواست میکنه در اختیارشون قرار میده. این بخشی از دلیلی است که ما تعدادی از تحریم‌ها را نه تنها علیه عوامل روسیه بلکه در این زمینه علیه عوامل ایرانی نیز وضع کردیم. ما اقدامات تحریمی آینده را پیش بینی نمی‌کنیم، اما به دنبال اهدافی خواهیم بود که به ما امکان مقابله با این رابطه و به طور دقیق‌تر در زمینه ارائه فناوری پهباد از ایران به روسیه را بدهد. باشه، شما به تحقیقاتتون پشت میز ادامه بدین، ما تو میدون به کارمون ادامه میدیم. همزمان با این اتفاق، جان کربی هماهنگ کننده امور راهوردی کاخ سفید با حجم انبوهی از فشار برگشته گفته که بقایای بالون سرنگون شده رو به چین نمیدیم. جان کربی دیشب اعلام کرد که آمریکا قصد نداره بقایای بالون اطلاعاتی چین رو به پکن برگردونه. بابا مگه اینا نمیگفتن این بالون هیچ خطری واسمون نداره؟ پس چی شد؟ الان برای چی نمیخواین بدین؟ اما حالا ما در انتهای ویدیو حیفه یه سری هم نزنیم به فشارهای پی در پی و متعدد بی بی سی و اینتراشغال از جشن فرشته ها. این عکس رو با دقت تماشا کنین دوستان. وقتی وضعیت جبهه اپوزیسیون انقدر خرابه که از آینده خبر جعل میکنن، بی بی سی با 90 سال سابقه کار به این سطح از خزعبلات بافی رسیده. دیگه خودتون بدونید وضعیت بقیه در چه حدی هست. البته از تونل کوانتومی هم میشه 19 بهمن رو ببینیم، فقط عکس باشه تا 19 بهمن. در مورد این تراشغال هم که زیاد صحبت کردیم، حالا بریم در همین راستا این ویدیو رو ببینیم و کیف کنیم. امروز یه روز ویژه است، روزی که خیلی از ما آرزوشو داشتیم. باورمون نمیشه که آرزومون برآورده شده باشه. اینجا حسینی است و بچه ها جشن آسمان میشونه و ما میخواییم رهبر عزیزمون رو ملاقات کنیم. امروز روز ماست، روز جشن فرشته ها. امروز صدای تاپ تاپ قلب دخترا رو میشنیدم. از یکی از این فرشته ها پرسیدم از اینکه رهبر عزیزمون رو از نزدیک میبینی و اولین نمازت رو با ایشون میخونی چه احساسی داری؟ خیلی احساس خوبی دارم. من خیلی خوشحال هستم که میخوام رهبر عزیزم رو از نزدیک ببینم. خیلی حس خوبی دارم چون پیش بالاترین مقام رهبری هستم. خیلی ذوق دارم که میتونم با ایشون نماز بخونم. خیلی خوشحالم که میخوام رهبر رو ببینم و خیلی دوست دارم که دارم کنار اون نماز میخونم. خیلی از ماها دلمون میخواد مستقیم و بی فاصله با رهبرمون حرف بزنیم و بگیم ای رهبر ما، ای امام خامنه ای، من دوستت دارم. نگاه مهربون آقا، لبخندی که چه صورتشون بود و دستی که برامون بلند کردن. اومدن آقا همه ما و این فرشته های کوچیک سر از پا نمی شناختیم. چنان شور و هیجانی داشتیم که قلبمون تون تون می زد. دخترها با اون چادرهای سفید و گلدارشون دیدنی بود. قراره مهمترین نماز عمرمون رو پشت سر رهبرمون بخونیم. الله بعد از خوندن نماز مغرب، آقا مثل یه بابای مهربون با زبون ساده با ما دخترها صحبت کردن و گفتن جشن تکلیف یه جشن واقعی است. از لحظه‌ای که تکلیف میشید با خدای متعال حرف میزنید، خدا با شما حرف میزنه.
با خدا دوست بشید. جوری نماز بخونید که داری با خدا حرف میزنی. این میشه دوستی با خدا. کودک نیستید. شما نوجوانید. مسئولیت پذیرید. دیگران را هم به راه راست راهنمایی کنید. هدایت کنید. کشور شما، ایران عزیز شما، زنهای بزرگی داشته در گذشته. امروز زنهای برجسته ما از گذشته بسیار بیشتره و شما سعی کنید جز به این زنان بشید. درس بخونید. میتونید اثر بگذارید. من و همه این دخترها این روز رو هیچ وقت فراموش نمی کنید. دوست دارم آقای مهربونم. دوستان این خبر فوری رو هم داشته باشیم که امروز بعد از ظهر انگار یه خبرهایی هست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته که در ساعات آینده یک پرده گفته نشده از قدرت نیروی هوایی ارتش رسانه‌ای می‌شود. حدساتون رو زیر همین ویدیو برامون کامنت کنین. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.